به نام پروردگار مهربان که انسان رو خردمند و آزاد آفرید و او را بر سرنوشت خود حاکم کرد. باز هم انتخابات و انتخابی دیگر و انتخابهای دیگر، انتخاب رئیس جمهور که مظهر اراده ملی است و انتخاب اعضای شورای شهر و روستا در سراسر کشور که بستر اداره امور منطقه توسط خود مردم است و هر دو انتخابات انتخابات مهم و سرنوشت ساز است. حضور همگان و حضور پرشور همگان در عرصه انتخابات سبب افزایش اقتدار ملی، دفع توطئه‌ها و رفع مشکلات خواهد شد. و اگر همگان شرکت کنند، آنچه را اکثریت نمی‌خواهند تحقق نخواهد یافت و آنچه را می‌خواهند به سوی آن و به سوی تحقق آن حرکت خواهیم کرد. پس فرصت را غنیمت بشماریم، همه با هم، از کشاورز و کارگر و کارفرما و اصحاب حرفه ها، از روشنفکران و هنرمندان و اصحاب فکر و فرهنگ، از همه زنان و مردان در انتخابات شرکت بکنیم و سرنوشت خود را رقم بزنیم. در اینجا من به عنوان کسی که افتخار خدمتگزاری این ملت رو برای سالها داشته است، کسی که به زیر و بم امور آشناست، توطئه های ریز و درشت علیه کشور و انقلاب و مردم را می شناسد، به امکانات آگاهی دارد و محدودیت ها را می داند، می‌خواهم در حضور مردم یک شهادت بدهم و خداوند منان را بر درستی این شهادت شاهد بگیرم. دولت آقای روحانی دولت موفقی بوده است. با همه محدودیت‌ها و مشکلاتی که داشته است، با امکانات اندکی که داشته و توقعات فراوانی که بوده است، توانسته از خدمات بزرگی رو به انقلاب و مردم و کشور انجام دهد. علاوه بر برجام که برگ درخشانی در کارنامه دولت اوست، برجامی که ضمن حفظ اصول و منافع ملی و عزت ملی توانست فضای مناسبتری رو برای زندگی مردم و بهبود امور ایجاد کند و وضعیت و حیثیت بین المللی ما را ارتقا بدهد و زمینه رو برای رشد پرشتاب کشور فراهم آورد. علاوه بر این، در عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و بین المللی موفقیت های زیادی داشته است و باید بدانیم که کجا بوده ایم و به کجا رسیده ایم. من به مشکلات و مسائل مردم آشنا هستم، ولی باید بدانیم که در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده است. از جمله در عرصه اقتصادی، اگر دو عامل مهم مشکلزا برای جامعه ما و مانع پیشرفت و ارتقاء جامعه و برخورداری مردم از مزایای زندگی تورم و رکود است، این دولت توانسته است تورم مهار گسیخته رو مهار کند و نیز گامهایی در جهت رفع رکود بردارد. مسائل زیادی حل شده، ولی مسائل بزرگتری مانده است که باید همه با هم کمک کنیم و آنها را حل بکنیم.
با روحانی راهی را آغاز کرده ایم و به نیمه راه رسیده ایم. مسائلی را حل کرده ایم و مسائل بزرگتری را باید حل کنیم و با او این راه دشوار رو ادامه بدهیم. مشکلات با برنامه، با تدبیر و با بهره‌گیری از امکانات موجود و ایجاد امکانات بیشتر فراهم خواهد شد. هیچگاه نباید فریب شعارهای واهی و بی اساس رو برای رفع مشکلات خورد. بعضی از این شعارها اولا عملی نیست، ثانیا اگر هم عملی باشد جامعه رو دچار بحرانهای شدیدی خواهد کرد که در درجه اول دود آن به چشم محرومان خواهد رفت. ما باید با تدبیر مسائل را حل بکنیم و تجربه دکتر روحانی و همکاران گرامی او ما را به اینجا می رساند که به او رأی بدهیم تا بتوانیم با کمک هم این مسائل رو حل بکنیم. من مطمئن هستم که با فضای مناسبی که فراهم آمده است و انشاءالله با حضور چشمگیر شما مناسبتر هم خواهد شد، دولت روحانی و کابینه آینده او منسجمتر، کارآمدتر و همسوتر با رئیس جمهور و شعارهای او و خواستهای ملت تحقق خواهد یافت و انشاءالله با سرفرازی بیشتر به سوی آینده خواهیم رفت. به عرصه می آییم، همه می آییم، از کشاورز و کارگر و همه زنان و مردان و روشنفکران و هنرمندان و معلمان و تمام کسانی که در این مملکت حق رأی دارند می آییم و برای اقتدار ملی، عزت بین المللی و بهبود وضعیت معیشت زندگی و حل مشکلات به روحانی رأی می دهیم. می آییم و به روحانی رأی می دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل و استیفای حقوق شهروندی و پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه من. و این بار این شما اید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر. پیروز و موفق باشید.